سلام بر شما، به ویدیوی آموزشی بعدی ما خوش آمدید. ویدیوی آموزشی اسکادران TFS 81 یا TFS 81. ویدیوی قبلی ما به شما آشنایی مختصری به کابینا یاد دادیم و اینکه نحوه روشن کردن و تکثیر کردن رو به شما آموزش دادیم. در داخل این ویدیو می دوست داریم که یک تیکاف کامل رو انجام بدیم و یه سری نکات دیگه رو در مورد این هواپیما به اطلاع شما برسونیم. مسئله اول این هستش که شما هر چه سریع‌تر وقتی که روی بان قرار گرفتیم داخل هواپیما شیفت و ال رو فشار بدید، الکترونیک خودتون رو روشن کنید. به چه علت هست؟ به علت این هستش که این سیستم ناوبری هواپیما INSش و اون ژیروسکوپ سیستمی که داره یه نیاز به یه الائنمنت یا به قول معروف صفر کردن خودش داره که 3 دقیقه طول میکشه. یعنی شما باید در حالتی که روی باند ایستاده هستید حداقل 3 دقیقه هواپیمای شما بدون حرکت ثابت در جای خودش قرار بگیره که الائنمنت INS شما انجام بشه. اگر الائنمنت INS شما انجام نشه، اطلاعاتی مثل این قطنما، جهت، موقعیت جغرافیایی، اطلاعات ویپوینت ها برای سیستم خلبان خودکار یا برای سیستم گلایدسکوپ شما همه دچار خطا و اشتباه میشه و شما مجبورید به طور واقعی هواپیما رو فقط به حالت چشمی هدایت بکنید. این مسئله هیچ وقت فراموشتون نشه. پس ما اول اینو روشن میکنیم. در حالی که این سیستم روشن هست و قبل از روشن کردن موتورها میتونیم تسلیحات گیری انجام بدیم. دکمه بک اسلش رو فشار میدید، گوشه صفحه منوش باز میشه، میتونید F8 رو فشار بدید برای خدمه زمینی. از اونها میتونید درخواست تعمیرات بکنید، درخواست اتصال سیستم برق و یا با دکمه F1 درخواست ریارم و ریفیو بکنید، یعنی تسلیحات و سوخت. F1 رو فشار میدیم، منوی تسلیحات سوخت ما باز میشه. توی این منو مقدار تعداد فلر، تعداد شف، درصد مهمات لود شده و سوخت رو به شما نشون میده. وزن هواپیما به طور کلی به پوند نوشته شده اینجا و مکسیموم ویت، حد اکثر وزن. اگر از این وزن بیشتر شما مهمات گیری کنید، ممکن هستش که در حین تیک آف لاستیک شما دچار ترکیدگی بشه، هواپیمای شما ممکن هست منحرف بشه یا اصلا به طور کل موفق نشه در طول باند از اول تا انتهای باند بلند بشه، تیک آف کنه و دچار حادثه بشه. همیشه حواستون به این حد اکثر وزن باشه. یک سری لود اوت آماده اینجا هست که خب خیلی وقتا مورد نیاز پسند ما نیست. هارد پوینت ها رو میبینید، 5 تا روی هر بال هست و یه دونه وسط هست. این وسطیه فقط میتونه به خودش 2 مدل پاد بگیره. یکی پاد فانتاسماگوریا هست، الاینت پاد، که برای شلیک به شناسایی و شلیک به رادارهای دشمن هست و یه دونه مرکوری LLTV پاد برای دید در شب. شماره 5 اشاره به هارد پوینت شماره 5 داره و به همین ترتیب بقیه هارد پوینت ها. تسلیحات مورد نظری که میخواید رو میبندید. ما فرض میگیریم برای یک میشن سید میخواییم حرکت کنیم، حمله به سیستم های پدافند دشمن. خب ما میتونیم برای این کار دوتا موشک خواه 58U برداریم که خیلی موشک واقعا سنگین و خوب و موثری هست و میتونیم 4 تا موشک خواه 25MPU برداریم که موشک های سایر موشک های زده رادار ما هستش. به همین صورت 2 تا پایلون انتهایی توانایی حمل کمتری دارن. در مورد موشک های هوا به زمین تنها راکت S-25 الا برمی دارن که مدل هدایت لیزری اون هست، بورد خیلی کوتاهی داره و همینطور تعداد کمتری از بمب‌ها رو می‌تونه برداره. خب هرچی ما به طرف نوک بال بریم نیازمند این هستش که تسلیحاتمون سبک‌تر باشه چون که فشار بیشتری وارد می‌کنه.
دو تا موشک هوا به هوا R73 میتونیم برداریم و دو تا موشک هوا به هوای R60 R60N تا حدی از خودمون دفاع کنیم. میبینیم که تقریبا به مکسیموم ویت نزدیک شدیم ولی خب رد نشدیم. اوکی میدیم و خدمه شروع میکنن به انجام درخواست ما برای مهمات گیری. در حال حاضر توی بازی خدمه به صورتی که حرکت بکنن دور هواپیما باشن برای شما کابل برق وصل کنن یا کاری بکنن نمایش داده نمیشه. خب امیدوار هستیم که تو آپدیت های آینده این کارا انجام بدن. موشک خواب 58 ما هست، موشک خواب 29 MPU ما هست یا خواب 25 MPU ببخشید اشتباه گفتم. هوا به هوای R73 و هوا به هوای آفید R60M. پس از اینکه تموم شد هم خدمه به شما اعلام میکنن که سوختگیری و مهمات گیری شما انجام شد. پاد وسطی هم فانتاسماگوریا یا الینت پاد نصب شده و اینجا هستش که ما میتونیم تقریبا مطمئن باشیم 3 دقیقه گذشته، آینس ما الائنمنت شده و آماده روشن کردن هواپیما هستیم. در مورد سوخو 25 تی توی ویدیو قبلی هم گفتم میشه هر دو موتور رو با هم روشن کرد که اینجا میبینید هر دو عقربه با هم حرکت میکنن و هر دو استارتر روشن هست. این که این مسئله چقدر واقعی هست یا نه رو خب بنده اطلاعی ندارم. بعد از اینکه موتورها روشن شدن و به صورت آیدل قرار گرفتن این دو تا چراغ خاموش میشه، ما میتونیم تراتل بدیم و روی وان تاکسی کنیم. همونطوری که گفتم بسیار آروم، مخصوصا وقتی هواپیمای شما سنگین هست بسیار آروم و به کمک رادر و ترمز که با دبلیو هست خیلی ملایم با این هواپیما تکسی میکنید. حرکت ناگهانی به راحتی منجر به پنچر شدن چرخهای شما میشه، طرف دیگه مسیرها رو براتون به ارمغان میاره. ما اینا نمیخوایم که این اتفاق بیفته. حرکت رادر، حرکت پدال های پایی شما برای پیچیدن باید بسیار بسیار ملایم باشه. از حرکت ناگهانی باید اجتناب کنید. من خودم دو بار این کار کردم، امیدوارم الان لاستیک من نترکیده باشه که شرایط خوب هست. مواظب باشید بیش از حد سرعت نگیرید. سر پیچ های تندتر سرعت کمتر و به طور گرادیالی به طور یک نواخت و آهسته گردش تایر دلتون زیاد یک کم بکنید. به سمت ابتدای باند حرکت میکنیم. توی این مسیر بهتون بگم اگه میخواید از بوردتون اجازه بگیرید بکسلش رو فشار میدید. F5 ATC نزدیکترین F1 برج فرودگاهتون هست، اینجا فرودگاه میکل پانسایا و ریکوست تیک آف رو ازشون درخواست میدید. خب میبینیم که به ما اجازه تیک آف دادن، پس وارد باند میشیم. این رو البته با اجازه تاکسی باید اول میگرفتیم که گفتم فقط برای میشن های مولتی پلیر خیلی در دیگر بولده خیلی آهسته اول با این خودتون رو الائنمنت میکنید به سمت انتهای باند، توقف میکنید. چند تا چیز رو اینجا باید چک کنید. اول از همه مطمئن بشین چرخاتون سالمه، دوم از همه مطمئن بشین تسلیحاتتون اوکیه،
سوختتون رو چک کنید، سوختگیری شده باشید. تسلیحاتتون پنلش اینجا هست. تسلیحاتی که لود میشه این چراغ زرد رو روشن میکنه. مطمئن باشید تسلیحاتتون لود هست و به درستی نمایش داده میشه. و مهمتر از همه این که هیدرولیکتون رو چک کنید. سه تا چرخ پایین هست ولی ما فلپ پایین نداریم. این سویچ پیچ هر چیزی که اسمش هست اینجا یک بار F رو میزنیم تو حالات وسط قرار میدیم برای تیک آف. اگه برای فرود میخواستیم استفاده کنیم شیفت و F رو میزنیم که در وضعیت فرود قرار میگیره و کاملا میاد پایین. ولی ما الان به این نیازی نداریم، ما فقط دوست داریم که در حالت نیمه باشه و برای تیک آف. کاناپی رو میبندیم و این چکاپ ما برای پرواز هست. اگه دوست داشتیم آینه های بغل رو باز میکنیم برای اینکه متوجه بشیم چه خبر هست، اگه نخواستیم هم که این کار انجام نمیدیم. آهسته قدرت تراتلمون رو افزایش میدیم و زمانی که تا آخر دادیم بالا هواپیما رو به کمک رادر روی باند مرکز نگه میدیم. گاهی باد جانبی میتونه منجر به این بشه که هواپیمای شما به سمت چپ یا راست روی باند حرکت کنه یه مقدار، که باید خیلی آهسته و با ملایمت با رادر اون رو اصلاح کنه. سرعت ما سمت چپ بالای حاد ما هست. 250 کیلومتر که شد ما دسته رو به عقب میکشیم آهسته تا دماغه هواپیما به سمت بالا قرار بگیره، زاویه حمله بگیره و هواپیما از زمین جدا شد. دکمه جی چرخ ها رو جمع میکنه. کمی که از زمین فاصله گرفتیم دکمه F بلکمون رو میدیم بالا و بعد از اون صبر میکنیم تا سرعت هواپیما به حد مناسبی افزایش پیدا کنه و به طرف مسیر خودمون حرکت میکنه. این ویدیوی آموزشی برای نحوه مهماتگیری، تکسی و تیک آف هست. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. متشکرم که با ما بودید. در ویدیوی بعدی توضیحاتی در مورد حاد، نوعهای حاد و اطلاعاتی که به ما میده ما صحبت خواهیم کرد. متشکرم شما. روک اوت.